به خدا سلام شاگردای عزیز خوب هستین به خیر هستین سعادتمند باشین خب ما و شما مضمون ریاضی رو با هم میخونیم درست است مضمون ریاضی صنف هفتم و امروز قرار است که جلسه پنجم از فصل دوم بخوانیم درست است خب شاگردای عزیز شاگردای عزیز اول از همه قرار بود که به ما کارخانگی رو روان کنید درست است از چه طریق روان میکردید یا تا بگین خودتان از طریق واتساب نمبرشان بود دو سفر نه سد و شست چهار و اشتاد و سیزده درست است کارخانگی رو به ما میتونستین روان کنین و اگر کدام مشکلی در حل کارخانگی یا کدام سوالی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید با همین نمبر که برای شما خواندیم درست است خب بریم درس امروز خدا شروع کنیم فصل دوم اعداد طبیعی درست است فصل دوم اعداد طبیعی جلسه پنجم فصل دوم ما میشه دیگه درست است خب ما و شما امروز چه, چه عنوان هایی رو با هم میخوانیم سه عنوان قرار است که ما و شما بخوانیم اول از همه چی رو میخوانیم کاربرد های میمیم و ک میمیم اگه یادتان باشد جلسه قبل ب میمیم چی بود اگر یادتان باشد گفتیم بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد درست است بیر از بزرگترین گرفتیم میم از مقسومون علیه و میم دیگر از مشترک گرفتیم یا گفتیم در کتاب ما و شما چی نوشته کرده بزرگترین قاسم مشترک فرق نمی کنه که بزرگترین قاسم مشترک بگیم یا بزرگترین مقسومون علیه مشترک بگیم درست است پس ب میم و که میمیم چی است کوچکترین مزرب مشترک دو عدد درست است که از کوچکترین گرفته شده میم از م... چی مزرب و میم دیگه از مشترک درست است پس ب و ک میمیم این هر دو ما و شما جلسه قبل خوانده بودیم طریق دریافت چه خواندیم هم از طریق عمومی خواندیم درست است هم از طریق چه تجزیه خواندیم تجزیه به اعداد اولیه این رو یاد داریم حال ما و شما امروز چی میکنیم کاربرد های از رو میخوانیم یاد کتاب ما و شما نوشته کرده به عنوان موارد استعمال ب میمیم و ک یعنی که چرا قبل همین به میمیم و که که ما شما دا یاد داریم دریافت کنیم چرا قبل به درد ما شما میخوره؟ سوال چرا قبل از این میاید؟ سایست پس ما دو مثال برای کار میکنیم که از کاربرد های هم بمیمیم هم که میمیم ما شما سوال کار کرده باشیم و بعد از چی رو میخوانیم رابطه بین بمیمیم و کمیمیم. میمیم چه رابطه بین بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مزرعه مشترک وجود دارد دو عدد داریم سایست بزرگترین قاسم مشترک شم دریافت میکنیم کوچکترین مزرعه مشترکم دریافت میکنیم چه رابطی چه رابطه بین همین اعداد و همین دو عدد که دریافت کردیم میشه وجود دارد درست است؟ پس میخوایم میخوانیم یک تا رابطه بسیار خوب است و سوال هم از او صد فیصد کار میکنیم و در آخر چون میخوانیم دریافت همزمان ب و کمیمیم که ما توسط یک جدول ما میتونیم هم ب دریافت کنیم و هم کمیمیم دریافت کنیم از طریق تجزیه خو یاد داریم ما و شما کار کردیم دیگه نه تجزیه به اعداد اولیه رو ما میتونیم دریافت کنیم اما ما یک روش برات میگم یک جدول از اون جدول چی میکنیم هم ب میمیم دریافت کردن میتونیم هم ک همزمان خب پس شاگرد و عزیز با ما همراه باشید پس بگیم که کاربرد کاربرد ب میم چی است برای ب میم یک تا کاربرد ما شما مثال میزنیم که بفهمی که ب میم چی کاربرد دارد موارد استعمالش چی است خب به عنوان مثال ما شما یک تا کسر داریم کسر چند کسر دو بر چار سیست این رو میتونیم اختصار کنیم دیگه نه دو بر چار اختصار میتونیم بله اردوش به دو چند اختصار میشه به دو میتونیم اختصار کنیم آفرین اردوش به دو اختصار کنیم مساوی با چند میشه دو رو به دو اختصار کنیم میشه یک چار رو به دو اختصار کنیم میشه دو پس دو بر چار با یک بر دو مساوی است سیستی رو خواهیات داریم دیگه پس ما شما اگر یک تا کفز داشته باشیم میتونیم رو چی کنیم؟ اختصار کنیم خب یک مثال دیگه به عنوان مثال سی بر چل و پنج این اختصار کنیم به چند اختصار کنیم بعد دو هم اختصار میشه سی دو اختصار میشه 15 اما چل دو اختصار نمیشه پس به دو نمیتونیم اختصار کنیم باید یک تعداد پیدا کنیم که هم صورت و هم مخرج دو اختصار شود. سه عدد سه اختصار میشه سی به سی میشه بله سه سی میشه سه است؟ هم اختصار میشه بله. چون پره تقسیم میشه 45 به 3 تقسیم کو 15 میشه 3 15 میشه چند 45 صحیح است پس به 3 میتونیم اختصار کنیم با چی با 5 میتونیم بله آفرین چون 3 به تقسیم بر 5 چند میشه 6 میشه 6 5 3 با قمانده صفر میشه نه؟ و 45 هم تقسیم بر 5 میشه بله 9 5 45 صحیح است جدول ضرب یاد دارین دیگه نه پس چی میکنیم میره هم به 3 میتونیم کنیم هم با 5 میتونیم اختصار کنیم صحیح است پس ما کنیم چی میشه به کنیم تقسیم بر میشه ده. و 45 به سه اختصار کنیم چند نشه؟ میشه؟ میشه 15. پس ده بر 15. صحیح خوب، خب، اول و 15 رو باز دوباره میتونیم اختصار کنیم؟ بازم میتونیم. آفرین. به چند؟ به 5 میتونیم اختصار کنیم. پس این ما و شما به 5 اختصار کنیم ده تقسیم بر 5 میشه دو. صحیح به بر پنج اختصار کردیم. و 15 به 5 اختصار کنیم میشه 3. پس میشه دو بر دی چرا دیگه نه؟ پس ما بعضی از عدد کسرار که بخوام اختصار کنیم، ده چند مرحله باید اختصار کنیم؟ ولی اگر ما و شما بیایم همین عدد سی بر چل... سی بر 45 ب از پیدا کنیم به میمی میشه پیدا کنیم میتونیم به اون عدد که اختصار کنه به اون ب م م که دریافت کردیم دیگه یک مرحله میشه مراحل بعدی ندارد صحیح پس یک تا از کاربردهای ب م دمی است که یک کس که ما و شما داشته باشیم صورت مخرجش رو بخوایم اختصار کنیم بزرگترین عددی که میشه اختصار کرد به میمی م معمول صورت و مخرج است پس ما ب م م 3 و 45 دریافت میکنیم اما دقت کنید سی و چل پنج سی و چل پنج به میمی چه رقم دراف میکنیم گفتم که میتونیم با تجزیه از روش تجزیه به اعداد اولیه دراف کنیم دیگه خب سی رو دو با دو اختصار کنید سی به دو تقسیم کنید چند میشه پانزده میشه سایست پانزده به دو میشه به دو نخیر نمیشه و چند بعد عدد اولی بعد دو چند است سه است آفرین به سه میشه بله پانزده تقسیم بر میشه پنج خب پنج چی میشه پنج به پنج میشه پنج تقسیم بر پنج چند میشه یک میشه پس سی ما و شما چند میشه؟ دوی زب در سه زب در پنج پس دوی زب در سه زب در پنج سیست و اگر ما بیایم باند پاک کنم در اینجا نوشته می سی بر چل پنج سی بر چلو پنج سیست خب حالا چل پنج در اینجا نوشته کنم 45 اختصار کنیم به دو اختصار میشه نه خیر به دو اختصار نمیشه به سه میشه بله به سه اختصار میکنیم 45 بر سه اختصار کنیم چند نشه 15 میشه صحیح است و 15 به چی میشه به سه میشه بله سه پنج 15 تا جایی که به سه اختصار شود به سه ادامه بدیم فکرت باشه ده پنج اختصار نکنید اینجا صحیح است باید به سه اختصار کنید تا جایی که اول از اول از همه دو چون عدد اول عدد اولی ما شما چند است دو است بعد دو اختصار میکنیم تا جایی که دو, دو ادامه دارد باید ادامه بدیم اگر دو نشد بعد سه و تا جایی که ادامه دارد فر باید ادامه بتیم سه است و بعد از چی میکنیم؟ به پنج بعد از پنج چی؟ هفت آفرین عدد اولیه دو اولیه چند است؟ دو سه پنج هفت خانده دیگه نه؟ پس به سه اختصار میکنیم چند میشه؟ پانزه تقسیم بر سه میشه پنج سیست حال پنج به دو میشه نه خیر به سه میشه نه خیر به چند؟ به پنج میشه پس به پنج اختصار کنید باقی مانده چند میشه؟ یک میشه پس چی میشه؟ پس پنج میشه سه زب در سه زب داره پنج پس میشه سه زب در سه زب در پنج گرمتون نوشته کنیم سه به توان دو زب در پنج سیست؟ اما سی را که نمیتونستم نوشته کنیم چون دو زب در سه زب در پنج قایداش مساوی نیست که یک از قایدار نوشته کنیم ها رو با هم جمع کنیم سیست؟ اما در اینجا اردو سه توانا از یا... سه ها چند است؟ توان وقت نداره توانش یک است یک تا از مساوی نوشته تواناش با هم جمع های قبلی ما شما بود درست است پس برای دریافت ب و ک میمیم اگه باشد گفتیم چیکار میکنیم دو عدد به عوامل اولیه تجزیه میکنیم صحیح تجزیه به اعداد اولیه به این کار که ما و شما کردیم به شکل طاقت یا تواندار نوشته میکنیم و ب میمیم از هر دو چی میشه ب بمیمیم ب سی و چلو پنج به میمیم از یاردو چی میشد؟ گفتیم که چی است؟ عوامل مشترک با کمترین توان یک یادتان باشد پس بین اینا مشترک کدام است این دو ضرب در سه ضرب در است سه به توان دو ضرب در است صحیح است مشترک ها کدام است سه مشترک است یم سه دارد یم سه دارد ولی خب کوچکترین توان توان سه از چند است یک است توان سه از چند است دو است پس ما توان یک می پس فقط سه میگیریم فعلا دیگه چه مشترک دارد پنج هم مشترک دارد صحیح است پنج هم بین از یارد و چف مشترک است توان اردش یک است هر کدامش بگیم فرق نمی کوچکترین توان پس ضرب داره پنج صحیح دو چی دو داریم اما دو نداریم قاعده دو نیست دیگه پس دو مشترک نیست پس دو هیچ کار نداریم صحیح پس چند شد سه ضرب در چند نشه 15 پس ب میم از یارد و چند است 15 است آل ما و شما اگر بیایم سی و پنج به 15 اختصار کنیم دیگه دم یک مرحله اختصار میشه دیگه از بیشتر اختصار شده نمیتونه سایست؟ پس با چند اختصار میکنیم با 15 می عددی که ما شما به دریافت کردیم نه بزرگترین قاسم مشترک پس با چند اختصار کنیم با 15 سی رو با 15 اختصار کو 45 با 15 اختصار کن. سی بر پانزه کنی دو میشه چون دو سی دو 15 میشه سی سهست. و 45 بر 15 اختصار کنی سه میشه پس جواب چند میشه دو بر سه وا ببینید چه شد پس از این سوال ما در کارخانه داریم فکرتون با شاگردای عزیز دقت کنید بسیار است سوال به شک به شما میته یک تا کسر میته مگه صورت و مخرج این را اختصار کنید با, با کمک از ب میم یا بزرگترین قاسم مشترک اول چی میکنیم؟ ما و شما بریم بزرگترین قاسم مشترک رو دو دا عدد دریافت میکنیم و او عدد بزرگترین عدد است که هم صورت و هم مخرج به او اختصار میشه دیگه او اختصار کنیم دیگه از او بیشتر اختصار شده نمیتونه سیست؟ پس یک تا کار ب بمیمیم که چی است؟ در اختصار یک کس صورت مخرج بمیمیم شده دریافت میکنیم و اگر به او عدد اختصار کنیم دیگه اختصار شده نمیتونه شوه صحیح پس او بزرگترین عدد است بزرگترین عدد است که صورت و مخرج میتونه به او اختصار شوه درست است خب پس این چی شد شاگرد عزیز ای از کاربرد به میمیم سوال هم کارخانگی داریم در امتحان هم داریم فکر باشه صحیح خب پس من تختر پاک میکنم یک تا سوال یک تا سوال برای کاربرد کمیمیم دریافت کنیم کوچکترین مزرعه مشترک سوال برای شما میگیم و حل میکنیم و اصف... از کمیمیم در استفاده میکنیم و سوال حل میکنیم سعیست پس من تختر پاک کنم کمیمیم یک سوال کار میکنیم سوال به این شکل است به عنوان مثال میگیم میرویس چی است هر میره کتابخانه درس میخونه در کتابخانه میره فیست هر هر بون سال چهار روز میره در کتابخانه هر چهار چهار روز یک کتابخانه که رفت یک روز رفت با چهار روز بعدش میره کتابخانه در فیست پس هر چهار روز در کتابخانه میره و میشینه درس میخونه احمد چی میکنه احمد هر شش روز میره در کتابخانه درس میخونه فیست پس میرویس هر از... چهار روز چی میره در کتابخانه میره درس میخونه و احمد چی احمد ار شش روز میره در کتاب خانه و درس خوده میخوانه سعیست؟ خب اول سوالی است یک روز رفته میرویس رفت در کتاب خانه احمد هم روز رفته در کتاب خانه ششته درس خواندن چند روز بعد یار دو باز دوباره سر میخوره به هم در کتاب خانه درست است چونی میرویس چی میره؟ با عنوان مثال میرویس امروز رفته کتاب خانه ششته احمد هم رفته که ششته در کتاب خانه درس خانده سعیست میرویس چهار روز دیگه میره احمد شش روز دیگه میره اینا خود سر نمیخوره دم در سوالی است که چند روز بعد از امروز سیست که اردو باز دوباره در کتابخانه یک جا میشه یک تا سوال است دیگه پس باید چی کنیم میره ما و شما باید بیایم دقت کنید کمیمی از اردو عدد دریافت کنیم کمیمی میشه کوچکترین مذرب مشترک سیست اگه یادتون باشد شاگردای عزیز میروید هر چهار روز چهار روز میره امروز رفته چهار روز دیگه میره با روز دیگه میره با روز دیگه سیست با عنوان مثال امروز شما نمبر یک بگیر چهار روز دیگه چند میشه میشه پنج سیست با چهار روز دیگه نو سیست فهمید دیگه نه پس ما و شما اگر بیایم چی کنیم اگر ما و شما بریم کمیمی از اعداد دریافت کنیم کوچکترین مزرعه مشترک دقیقا میشه اولین روزی که بعد از امروز که اردو با هم است، اولین روزی که اردو باز دوباره یک جا میشه کتابخانه سایس فهم نشه رقم شد دیگه نه سوال به این شکل است میگه میرویس هر 4 روز در کتابخانه مرا میشینه درس میخونه و احمد هر 6 روز میره در کتابخانه میشینه و درس میخونه فهمید چه رقم شد دیگه نه علی گفته که بعد از این هر دو امروز سر خورده در کتابخانه با هم دیگه یک جای شده علی گفته چند روز بعد از امروز سایس فامید چه رقم شد هر دو باز دوباره در کتابخانه یک جای میشه پس ما و شما چی کنیم کمیمیم از هر دو عدده دریافت کنیم خب که کمیمیم دریافت میکنیم پس چی است که می می اول میمیم اختصار از طریق تجزیه دیگه تجزیه رو خیال دارین دیگه نه از طریق تجزیه اگر انجام بدیم چهار تجزیه کنید چهار بعد دو اقتصاد میشه بله بعد دو میشه دو بعد دو میشه چند میشه یک پس چهار ما و شما میشه چی میشه دو زب در دو دو زب دو که این میتونیم به شکل توان نشته کنیم دو و توان دو میتونیم نشته کنیم صحیح؟ خوب عدد شش هم تجزیه کنید شش. شش. چی میشه شش بعد دو میشه سه. سه به دو میشه نه سه به سه میشه دیگه سه است سه به سه میشه چند میشه یک پس شش ما و شما چی میشه دو زب در سه خب که از یه دو عدد که چار و شش که و شش اگر آتون باشد چی, چی رخم گفتیم؟ گفتیم که ما و شما باید دو عدد چی کنیم؟ تجزیه به عداد اولیه کنیم خود تجزیه کردیم چی هست دو و توان دو و توان تواندار نایشته کردیم نه از دوی زب داره سه بمیمیم چی میشد؟ اعداد اولی مشترک یا عوامل مشترک با کوچکترین توان اما که میمیم چی میشد؟ ضرب عوامل مشترک و غیر مشترک با بزرگترین توان پس مشترک ما شما چی هست؟ مشترک ما شما دو دو هست یعنی توان از یک است توان از دو است. حالا که میمیم بزرگترین توان باید بگیریم یعنی چی؟ دو به توان دو رو میگیریم دو به توان دو و ضرب در حال غیر مشترک ها خب دای دیگه, دیگه ندارم دو بتا غیر مشترک سه است که فقط دایی هست، اما دو هست پس اینم باید نوشته کنیم ضرب سه صحیح پس چی میشه که میم میم مشترک دو چند میشه چهار میشه چهار ضرب در سه 12 پس این میشه چهار ضرب در سه مساوی دو با 12 یعنی چی یعنی دقیقاً دوازده روز بعد یار دو باز دوباره در سر میخوره یک جای میشه فاوند پس چرا خم شده پس اگر سوال آمد و در کارخانه که با سوال داریم 100 درصد که ما باید چی کنیم باید کمی می دریافت کنه پس این هم شاگرد عزیز یک تا چی یک تا کاربرد از کمی می پس هم ما کاربرد برای ب گفتیم هم کمی می گفتیم صحیح است خب شاگرد عزیز پس کاربرد های ب و کمی می که چی گفتیم از هر کنم یک تا مثال کار کردیم پس این را ما و شما یک تیک مارک میکنیم صحیح پسی چی شد این رو ما شما خواندیم اما عنوان دوم رابطه بین بمیمیم و کمیمیم چی است چه رابطه بین از اردو وجود دارد یعنی بمیمیم و کمیم و خود اعداد صحیح چه رابطه وجود دارد میریم سر تخته تختر پاک میکنیم و ما یک تا مثال با اعداد برات مثال میزنم که دقیقاً بفهم چه رابطه بین از یا... از هر بین از چهار میتونیم بگیم دو عدد بمیمیم و کمیمیم میمیم چهار تا عدد میشه صحیح وجود در پس بریم سر تخته من تختر پاک کنم و رابطه شو براتون نوشته کنم فیس است چه رقم شد دیگه پس بریم سر تخته <متحد> خب شاگرده عزیز رابطه بین ب و کی پس رابطه بین ب میمیم و که میمیم چه رابطه بینی از دو وجود داره؟ دقت کنید میگه ما اگر دو عدد داشته باشیم دو تا عدد دلخواه فرق نمیکنه دو عدد من نامش A و B میگیرم سیست پس A و B دو عدد باشد A و B دو عدد باشد فرق نمیکنه هر عدد میتونه باشه صحیح خب آلی اگر ما و شما بیایم به میمیم از هر ب به میمیم ای و نامش چی بگیریم نامش را با جی کلان صحیح با جی کلان نشان بدیم و ک میمیم از هر ک میمیم ای و بی دو عدد با ال کلان نشان دهیم صحیح در کتاب همین همی, ارد... همی سمبولار نشون داده ما به میم با چی با جی کلان و ک با ال کلان نشان بدیم فیس تو میشه رقم شد دو عدد که او بیف حالا چه رابطه بین اینا وجود داره رابطش به این شکل است دقت کنید رابطه بسیار رابطه مهمی است رابطش میتون به شکل نوشته کنیم که اگر ما شما ا را در بی بسازیم دو عدد در هم ضرب کنیم فیس دقیقاً چی میشه ما شما اگر جیرم بیایم ضرب در ال بسازیم اردو با هم چی میشه مساوی میشه سیفت یعنی چی یعنی ضرب دو عدد با ضرب ب میمیم و ک میمیم با هم مساوی میشه 100 درصد فهمید چی رقم شد نه پس این رابطه بسیار رابطه مهمی است این رابطه بسیار رابطه مهمی است ضرب دو عدد مساوی است با ضرب ب میمیم و ک میمیم سیفت اما عالی از این چهار تا عدد سوال با, با ما و شما سوال به چه شکل میته؟ از این چهار عدد سه تعداد با ما و شما میته و یک تاشو میخواهی دریافت کنید بسیار آسان است مشکل مثل معادله میشه دیگه سه است. با عنوان مثال ایر اگه ما ای بخوایم چی کنیم؟ ای را دریافت کنیم پس ما و شما چی رو میکنیم؟ چهار تا از این چی میکنم؟ یک تاشو را طریقه دریافت برد نوشتم فرمول کلیش نوشتم میکنم است. با عنوان مثال نگاه کنید در اینجا ما شما چی داریم؟ ای زب در است جی زب در ال اگر ما اطراف تقسیم بر چی کنیم تقسیم بر بی بسازم هر دو طرف یک مساوی یک مساوی یک تا معادله است دیگه نه ما میتونیم هر دو طرف تقسیم بر بی بسازم هر دو طرف تقسیم بر بی ار تقسیم بر بی سیست دی بر بی کد اختصار میشه و چی میمونه A میمانه A مساوی میشه با جی زب در تقسیم بر بی سیست پس یک تا یک تا چی شد یک تا فرمول دیگه یعنی ما ایر اگه بخوایم دریافت کنیم فقط کافی است چی کنیم ب میمیم و ک میمیم در هم ضرب کنیم در عدد دوم تقسیم کنیم او عدد اول حاصل میشه فهم نیچی رقم شد دیگه نه خب ما و شما میتونیم امیر باز دوباره چی کنیم امی ای ضرب در بی مسایس با جی ضرب در اطراف تقسیم بر ای کنیم ای باز اختصار میشه کده اختصار میشه, اختصار میشه ای بر بی میمانه پس چی میشه رابطه بعدی بی ما و شما چی به دست میایه بی به دست میایه جی ضرب در ال تقسیم بر ای سیست این رابطه دوم گفتیم هر چهار از میتونیم دریافت کنیم سه تایر با ما و شما میتا یک تاش دریافت میگه بکو خودت خب ای اوبر که دریافت کنه فرمولاش اما جی او ال باز دوباره ما با می رابطه داریم اطراف تقسیم بر جی کو اطراف تقسیم بر جی کنه ای بر جی با جی خلاص میشه او بر ال است دی بر چی میشه ای زب در بی تقسیم بر جی میشه صحیح است پس چی میشه پس رابطه دیگه ال ما و شما چی میشه ال مساوی است با ای زب در بی تقسیم بر جی پس یک رابطه دیگه فرمول دیگه دریافت و فرمول آخر چی است؟ آلی اطراف تقسیم بر ال بسازیم میشه جی مساوی است با ای زب در بی درست هست؟ پس ای زب در بی تقسیم بر ال پس یک تا رابطه دیگه هم دریافت کنیم پس از این فرمول اصلی که ما شما گفتیم چهار تا فرمول دیگه ما میتونیم دریافت کنیم سه پس هر کدام از اینا را از ما اگر بخواید سوال او سر دما داده یک تا دیگه از ما میخواد با عنوان مثال ال و جی و ار داده به ما گفته عدد اول مثلا چند است مثلا 100 است جی ما مثلا 900 است سه است ال ما مثلا یک یک تعداد دیگه میگه میگه عدد دوم دریافت کن تو عدد دوم از کدام فرمول از این کار میکنی بی مفاهیم با جی ضرب L تقسیم بر ای سه است اگر از شما جی را بخواید ای بی ال بی تا به شما جی را بخواید از کدام دریافت میکنی ان از این فرمول آخر پس جی مفاهیم با ای ضرب در تقسیم بر ال سه است فاصله چرا خم شد دیگه نه خب پس ما تختر پاک میکنم شاگرد عزیز یک تا مثال برات کار میکنیم با عدد مثال میزنیم برات با عدد برد مفاهم میزنم که دقیقا بفهم یا امید چی رقم سوال حال میشه بیشک به ما و شما گفته گفته که اگر جی ما و شما باشد چی؟ جی ما و شما جی ما و شما نداده باشد و ال گفته باشد چند ال باشد 900 بنوان مثال ای ما عدد اول ما باشد چند 300 و عدد دوم و شما چند باشد؟ 225 سیست؟ پس عدد اول با ما و شما داده 300 عدد دوم داده 225 دو و, و, و چی؟ ال ما و شما رو داده چند؟ 900 گفته که جیر دریافت کن سیست؟ این گفت دریافت کن فرق گفتیم که از این چار تا از این چار تا چی؟ از چار تا همین عدد که ما با ما و شما هست سه تاش برای ما و شما میته یک تاش میگه دریافت کن پس گفته که جیر نمیفهمیم چند است که شما دریافت کنید ال گفتن 900 است و ای ما و شما چند است 300 و بی ما و شما 225 سیس گفته که چی جیر دریافت کن خب جی از کدام فرمول میشد یا تا نفت گفتیم دیگه جی مساوی است با خط کسری دو عدد در هم ضرب میشد در توی صورت پس ای زب در بی تقسیم بر چی ال سیس پس ای رو ما و شما دریافت کنیم پس جی ما شما چی میشه جی مساوی است با دو عدد عدد ما و شما چند است؟ 300 زب در 225 پس 300 زب در 225 تقسیم بر ال ما و شما چند است؟ 900 سهیست؟ قوالی ضرب میکنیم خب قبل از که ضرب کنیم بتونیم اختصار کنیم این دو صفر که دو صفر اختصار میکنم سهیست؟ این سه رو که دو نو اختصار میکنم درست است یا نه؟ پس این میشه چند؟ این میشه سه این میشه یک پس میشه یک زب در 225 جواب چند میشه 225 تقسیم بر 3 سهیست 225 تقسیم بر 3 اگر بسازین جواب چند میشه 75 میشه سهیست چون 3 75 میشه 225 درست است پس چی شد؟ پس ما و شما بسیار تانیسیم بسار آسان تانیسیم به میمیم دریافت کنیم پس به میمیم ما و شما دو عدد بین دو عدد 300 و 225 گفته که که میمیم از این میشه 900 به میمیم چند میشه 70 و پنج میشه فیس پس فهم دید چرا شد دیگه نه پس شاگرده عزیز و گرامی دقت کنید بسیار مهم است گفتیم آمو فرمول مهمی که مهم که شما نوشته کردیم کدام بود اینی بود دیگه گفتیم ای زب در بی مساوی است با جی زب در ال فرمول بسیار فرمول مهمی بود که دیگه چهار فرمول دیگه از روی از دریافت کردیم گال ما شما گفتیم جی رو بخوایم دریافت کنیم جی میشه چی اطراف تقسیم بر ال میسازیم پس میشه ای زب در بی تقسیم بر ال فیست پس ایزاب ضرب بی تقسیم بر علم میشه چی جی ما و شما دریافت میشه پس هر کدام از این چهار تا سه تاش به ما و شما میته خودش و یک تا از ما و شما میگه که دریافت کنید پس شما میتونید دریافت کنید صحیح شد پس رابطه ای که بسیار مهم است بین ب و ک م این رابطه بسیار رابطه مهمی است صحیح پس یه یک تا مثال با عدد بر مثال زدم و سوال کارخونه که با 100 درصد از این داره درست پس ایرم چی شد یک تا مثال براتون کار کردیم و کاملا فهمیدین که به چه شکل است دیگه رابطه بین ب و ک به چی شکل میباشد پس این ما شما تیک مارک میکنیم پس رابطه بین ب و ک میمیم دریافت کردیم و سوال هم کار کردیم و بحث آخر ما شما چی است؟ دریافت همزمان ب و ک گفتیم از طریق تجزیه ما میتونیم ب میمیم و ک دریافت کنیم دیگه اما گفتیم یک روش دیگه هم هست به اسم روش جدول یک تا جدول میکشیم ما شما یک تا چارت یا جدول میکشیم صحیست و از اون او میتونیم چیکار کنیم؟ همزمان، هم بمیمیم و هم کمیمیم دریافت کنیم پس میریم سر تخته، من تخته رو پاک میکنم و برای با عدد مثال میزنم که به چی شکل ما میتونیم هم بمیمیم و هم کمیمیم رو همزمان دریافت کنیم خب شاگردای عزیز، یک تا مثال با عدد کار میکنیم که ما و شما میخوایم چکار کنیم همزمان هم بمیمیم و هم که میمیم دریافت کنیم به عنوان مثال مثال بمیمیم و که میمیمه دو عدد دو عدد چند بگیم با عنوان مثال یکصد و و بیست و پنج را دریافت کنید صحیح است ب و ک م دو عدد 100 و 225 و و گفته چه کنید دریافت کنید همزمان پس چه رقم دریافت میکنیم خب بهش دریافت میکنیم دقت کنید گفتیم که از طریق تجزیه خود شما میتون دریافت کنیم اول از تجزیه دریافت کنیم پس چی است 100 100 تجزیه کنید 100 به چند گفتیم اختصار کنید اول از, از همه به دو به دو اختصار کنید چند میشه 50 صحیح است بعد 50 رو به دو اختصار کو 25 25 به دو میشه؟ نه خیر. به سه میشه؟ نه خیر. به پنج میشه. بله. به پنج اختصار کو. پنج و پنج هم خودش میشه؟ و پنج میشه یک. یعنی. پس یک چی میشه؟ دو زب در دو که میشه دو به توان دو دیگه نه. زب در پنج زب هم میشه 5 به توان دو. پس ما به مستقیم به شکل طاقتدار یا تواندار نوشته میکنیم. پس میشه دو به توان دو زب در به توان دو. خب عدد 225, 225. این را با دو اختصار میشه به دو اختصار نمیشه صحیح so, به سه اختصار میشه به سه 225 بله سه 75 میشه 225 به سه میشه صحیح پس به سه اختصار کنیم میشه چند میشه 75 صحیح یعنی بله دیگه بس میشه 75 75 به سه میشه به سه بله به سه میشه باز دوباره چند میشه 25 میشه 25 25 به چند میشه به 5 میشه که میشه 5 و 5 هم به 5 میشه 1 پس چند میشه 225 میشه 3 به توان 2 ضرب داره 5 به توان 2 پس میشه 3 به توان 2 ضرب داره 5 به توان 2 صحیح خب آل ب م م از هر دو چند میشه ب م م ب بمیمی از هر دو چی است گفتیم که ضرب عامل های مشترک با کمترین توان یا کوچکترین توان باید از هر دو کدام مشترک است فقط 5 مشترک است این دو به توان دو است سه به توان دو است دیگه نه پنج به توان دو اردش توان شده است کوچکتر نمو دو است فرق نمیکنه، پس میشه 5 به توان دو که جواب ما شما چند میشه 25 صحیح اما کم ما شما چند میشه کم چند است کم گفتیم ضرب عامل مشترک با کمترین توان در عامل های غیر مشترک ببخشید با بیشترین توان گفتیم دیگه نه عامل های مشترک و غیر مشترک با بیشترین توان خب مشترک ما شما چی 5 به توان 2 است دیگه. پس بیشتر نشه همون 5 به توان دو هست. بیشترین توان پس 5 به توان 2 ضرب در غیر مشترک ما شما چی میشه؟ هم سه به توان 2 میشه هم 2 به توان 2 میشه. پس 5 به توان 2 ضرب در 3 به توان دو ضرب در 2 به توان 2 که جواب آخرش جای نیست من اینجا دریافت میکنم. 5 به توان 2 میشه 25. 3 به توان این پس چند است؟ این 25 است. این چند است؟ به توان 2 میشه 9 و این به توان میشه 4 خب 25 ضرب در 4 میشه 100 ضرب در 9 میشه 900 صحیح است پس چی است این 900 شد فهم چرا رقم شد دیگه نه پس چی چی شد شاگرد عزیز شاگرد عزیز دقت کنید 100 شد دو به توان 2 ضرب در 5 به توان است و 3 به توان 2 ضرب در 5 توان چند شد که حساب کردیم که مشترکش شد 5 به توان 2 شد ب می و کم ما و شما چند شد شد 900 صحیح است شد دیگه خب شاگرد عزیز دقت کنید حال ما و شما چکار میکنیم به می و کمی و همزمان دریافت میکنیم همزمان میتونیم چکار کنیم دریافت کنیم پس ما و شما به این ما یک جدل میکشیم که بدون از اینکه از این روش استفاده کنیم بتونیم از یک جدول دریافت کنیم پس ما یک جدل میکشیم به این عدد اول نوشته میکنیم عدد اول ما و شما چند است 100 است و عدد دوم 225 است صحیح است 100 و 225 خب حالا چیکار میکنیم حالا بیایم دای سمت چپ ردیف سمت چپ دای ستون سمت چپ بخش دای ستون سمت چپ ما شما باید تقسیم بر چی کنیم تقسیم بر عدد های اولی که اردی از یاردو شوا تقسیم شوا بعدو دو به اونان مثال عدد اولی عدد اولی ما شما چند از دو است بعدو دو تقسیم میتونم یک صد به دو تقسیم میشه اما 225 به دو تقسیم نمیشه صحیح پس دو به درد نمیخوره بسه سه میتونم 225 به سه تقسیم میشه اما یک به سه تقسیم نمیشه پس سه هم نمیشه بعد یه پنج به پنج یکصد به پنج میشه بله دوصد به 5 میشه بله سعیش به پنج میشه دیگه پس چی میکنیم به پنج تقسیم میکنیم پس اینجا ما چی پنج تقسیم میکنیم یکصد تقسیم بر پنج چند میشه یکصد تقسیم بر پنج کنیم میشه 20. سعیش دوصد به تقسیم بر پنج کنیم چند میشه تقسیم بر پنج کنیم تقسیم بر پنج میشه تقریبا من تقسیم کنیم دیگه چلو پنج ب اگر اگر اشتباه نکرده باشم غلط نکرده باشم 45 5 4 20 5 5 20 20 20, 20. پس چند میشه 45 میشه فا چرا خم شد دیگه نه پس به اعداد اولی که اردو از تقسیم شوه بعد دو که چک کردیم 100 به 2 میشد اما 225 به 2 نمیشد صحیح به 3 100 به 3 نمیشد اما 225 به 3 میشد ولی گفتیم اردوش باید شوه پس چند گرفتیم 5 گرفتیم خب باز دوباره 20 و 45 بعد دو... کدام عدد اولی است که اردوش تقسیم میشه باز دوباره با 5 است به 2 میشه و ما ای بدون نمیشه بازی به سه میشه اما ای به سه نمیشه است ولی به پنج اردوش, 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 اردوش از اردو از بعد پنج اختصار میشه و پنج اختصار کنید 20 تقسیم بر پنج چند میشه 4 میشه و بون ما با بکشم ده اینجا به شکل چهار تقسیم بر پنج چند میشه نو میشه سه است. خب 4 و نو باز دوباره اختصار میشه بعد از ای بدو میشه اما او بدو نمیشه ای به سه میشه اما ای به سه نمیشه به 5 هم نمیشه بعدی چند هفت هفت از این تر شد دیگه پس خلاص دیگه دیگه نمیتونیم اختصار کنیم صحیح است پس دقت کن فهمید چی کار کردیم دو عدد نوشته کردم یک تا جدول به میکشم دو عدد نوشته میکنم و این ستون سمت چپ دهی سمت چپ چیکار میکنم اعداد اولیای نوشته میکنم اعداد اولی, های عدد اولی های که اردو دو از این عدد به او تقسیم شوه چک دیگه دور چک کردم نشد دو, اما دو, 125 نشد نشد دو 125 شد اما نشد سه چک نشد 225 شد اما نشد سه است اما پنج ار دو از نه باز دوباره تقسیم کردیم با آخر در اینجا خارج قسمت در اینجا نوشته کردیم فیس اختصار شده در پایین نوشته کردیم و باز دوباره اینا رو به 5 تقسیم کردیم باز دوباره نوشته کردیم تا جایی میریم که دیگه عدد اولی دریافت نشه که هر تقسیم شوه تا اینجا خلاص میشه اگر ما و شما بیایم یعنی دو پنج در هم ضرب کنیم یعنی رو در هم ضرب کنیم میشه ب پس اعدادی که در ستون آخر نوشته می شده همین دو عدد که نوشته کنه دو تا میشه سه تا میشه فرق نمی همین اردور در هم ضرب کنیم میشه ب میمیم پس ب میمیم ما شما چند است ب میمیم ما شما میشه 5 ضرب در 5 مساوی است با 25 صفر ده اینجا 25 شد دیگه ب میمیم ما و شما چند است 5 شد و ک میمیم اگر بخوایم دریافت کنیم ک میمیم دقت کن شاگردای عزیز همین اردور در ستون در ردیف آخرام باید ضرب کنیم پس 5 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 9 پس جوابش بهشک میشه پس میشه 5 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 9 پس 5 5 25 صحیح 4 25 100 ضرب در 9 900 پس چی کردیم؟ بسیار آسان تا دریافت کنیم بدون تجزیه استفاده کردیم نه از تجزیه به عوامل اولیه این جدل, جدل خوبی است رای خوبی است که هم به ما به میم دریافت میتونه هم که میم میتونه دریافت کنه صحیح است فهم چی رقم شد دیگه نه پس یک بار دیگه تشریح میکنم و دقت کنید پس دو عدد ماش شما اول نوشته میکنیم گفته به و کمی ارزش دریافت اخت کارخانه که سوال داریم ما فکرتون باشد دو عدد نوشته میکنیم دستتون سمت چپ باید شما اعداد اولیای رو پیدا کنی که اردو اینا اختصار شده او اردوشان چی شده اختصار شده 100 و 225 اختصار شود که 5 است و 5 اختصار میکنیم 20 و 45 باز دوباره چند میگیریم به 5 میگیریم چون اردوش به پنج اختصار میشه این میشه چهار و اون میشه نو دیگه خلاص شد آلی این اردو ستون سمت ضرب میکنیم ب میشه امیاره در ردیف آخره اگه ضرب کنیم میشه کمیمیم میم چرا شد دیگه نه پس هم دریافت همزمانه ب و ک میم دو عدد همزمان میتونیم دریافت کنیم فهمید چرا رقم شد دیگه نه این هم از دریافت همزمان ب میمیم و ک میمیم ما همزمان دریافت کنیم پس من میان تیک مارک میکنم و چی هست درس ما شما امروز خلاص میشه سعیست اما کارخانگی چی هست کارخانگی کارخانگی هست که تمرین های صفحه 52 54 و 56 کتابو باید حل کنید و ما روان کنید از چه طریق روان میکنید از طریق واتساب نمبرشو بگین خودتان ۲صرن۶چ ۷۸ ۲۵۵ ۴ 1 درست است میتونید با ما در ارتباط شوید خب شاگردهای عزیز و گرامی پایان جلسه پنجم درس ما و شما خلاص شد مانده نباشین بهخیر باشین شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم